عراقچی در جلسه کمیسیون برجام در مجلس رژیم گفت در صورتی که آمریکا از برجام خارج شود، رژیم هم از برجام خارج خواهد شد. عراقچی تأکید کرد از نظر رئیس جمهور آمریکا برجام باید موضوع موشکی را هم شامل شود. در همین حال تلویزیون حکومت آخوندی تغییرات در دولت آمریکا در رابطه با رژیم و شکست برجام را بسیار خطرناک توصیف کرد. توجه شما را به بخشی از گزارش تلویزیون رژیم در 23 اسفند جلب می‌کنیم. همچنان این موضوع در صدر توجه رسانه‌های دنیا است. آیا سیاست‌های کاخ سفید در قبال کشورهای دیگه دستخوش تغییر جدی میشه؟ ارتباط این تغییرات با موضع دولت ترامپ در قبال برجام چیه؟ یک چیزی که باز ممکن از همه اینا خطرناک‌تر باشه اینه که صحبت اینه که آقای HR مکمستر که مشاور امنیت ملی هست احتمال جدی وجود داره که طی چند هفته آینده ایشون هم برکنار شه و کاندید شماره یک برای جایگزینی ایشون آقای جان بولتونه که خب یک آدم نیوکان خیلی خطرناکی. یعنی در واقع این تغییرات عمدتا متاسفانه به سمت اشخاص تندتر پیش رفته، اما در نهایت به نظرم نمیشه گفت که اینها تغییر در ساختار کلی سیاست خارجی آمریکا است، ولی قطعا نسبت به مسائل مختلف از جمله ایران فکر میکنم که سیاست‌های تندتری رو بعد انتظار داشته باشه. برجام مطمئناً در فضای پومپئو الگوی رفتاری آمریکا مثل دوران قبل نخواهد بود. الگوی رفتار مشروط رو در دستور کار قرار میده. این که خواسته باشه تمدید بکنه تعلیق ها رو، تحلیلی که من دارم، این تمدید تعلیق ها دیگه دورانش تموم شده و این یک فضای تغییر جدید رو ایجاد میکنه، مگر این که بحث های مربوط به غروب برجام، بحث‌های مربوط به فعالیت‌های ایران و به نوعی بازرسی‌های جدید و مسائل مربوط به قطعنامه 2231 را هم خواسته باشن به نوعی در فضای مذاکرات جدید قرار بدن. حالا یک چیزی که اتفاقا شما اشاره کردید توی بحث کره شمالی، اتفاقا به نظرم این موضوعی که پیش اومده، بحث مذاکرات مستقیم، اتفاقا یک جوی به وجود آورده توی تیم ترامپ که سیاست‌های تحریم و سیاست‌های فشار جواب میده. یعنی همینطور که ما روی کره شمالی فشار آوردیم و مجبورش کردیم بیاد مذاکره بکنه، همین سیاست رو هم باید در قبال کشورهایی مثل ایران داشته باشیم و این به نظرم خب خیلی میتونه خطرناک باشه.